نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با حضور رهبران بیش از 120 کشور جهان در نیویورک آغاز به کار کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در افتتاحیه این نشست از کشورهای جهان خواست با توجه به خطرات پدیده گرم شدن زمین تغییر رویه دهند. او گفت در شهرهای مختلف جهان صدها هزار نفر از مردم خواستار یک اقدام عملی شدند. آنها می‌خواهند که رهبرانشان این وضعیت را مدیریت کنند. به همین دلیل است که امروز اینجا هستیم. ما برای حرف زدن به اینجا نیامده‌ایم. ما اینجاییم تا تاریخ بسازیم. از شما برای مدیریتتان سپاسگزارم. از دیگر سخنرانان نشست روز سه‌شنبه، لئوناردو دیکاپریو ستاره هالیوود و از مدافعان مشهور محیط زیست بود. او گفت ما باید برای انتشار کربن یک برچسب قیمت تعیین کنیم و یارانه‌های دولتی را در تمام شرکت‌های فعال در بخش نفت، زغالسنگ و گاز حذف کنیم. ما باید به فعالیت‌های آزادانه‌ای که با نام اقتصاد بازار آزاد انجام می‌شود و باعث افزایش آلاینده‌های صنعتی می‌گردد، خاتمه دهیم. اگر اکوسیستم‌های ما سقوط کند، اقتصاد ما هم نابود خواهد شد. در شب قبل از برگزاری این نشست بیش از 100 نفر از فعالان محیط زیست که در اعتراض به نقش شرکت‌ها در ایجاد تغییرات جوی مقابل وال استریت تجمع کرده بودند به اتهام اختلال توسط پلیس دستگیر شدند.